ساعت 7 بامداد تهران، من میترا بختیاری از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی با شما هستم. ابتدا سرخط خبرها. افزایش مخالفت با حجاب اجباری در شهرهای کوچک و مراکز عمدتاً توریستی، همزمان خط و نشان کشیدن دولت و مجلس علیه زنانی که در مقابل حجاب اجباری مقاومت می‌کنند. گامی دیگر در تنش زدایی میان دو رقیب سنتی خاورمیانه، وزیران خارجه جمهوری اسلامی و عربستان سعودی در ماه رمضان دیدار می‌کنند. و 12 هفته ناآرامی در اسرائیل، تداوم اعتراض و مخالفت با برنامه اصلاحات قضایی، نتانیاهو وزیر دفاعش را برکنار کرد. ویدیوهای دریافتی از سراسر ایران نشان می‌دهد با افزایش سفرهای نوروزی، موج مخالفت با حجاب اجباری در شهرهای کوچک و مراکز عمدتاً توریستی کشور افزایش یافته است. به رغم افزایش فشارهای حکومتی برای اجبار حجاب، روزانه ده‌ها ویدیو از حضور و رقص بی‌حجاب زنان در فضاهای عمومی از سراسر کشور به ایران اینترنشنال می‌رسد. مواجهه حکومت در مقابل خیلی زنانی که در مقابل حجاب اجباری مقاومت مدنی پیشه کردند، به چهره آشنای این روزهای جامعه ایران تبدیل شده. در ویدیوی دریافتی از مجموعه فرهنگی هنری حافظیه شیراز، زنان و مردان جوان در این مرکز همراه با موسیقی رقصیدند و شعار زن زندگی آزادی سر دادند. دختران و پسران جوان در تهران هم در محوطه ایران مال بدون حجاب اجباری رقصیدند و در مقابل مزاحمت ماموران امر به معروف مقاومت کردند. ویدیویی می‌بینیم در ادامه از کمانچه نوازی دختری بدون حجاب اجباری در مالی آباد شیراز. اما حضور پرتعداد زنان و دختران جوان که به همراه پسران سرگرم رقص و پایکوبی در محله پل خواجوی اصفهان بودند، مانع از مزاحمت آمران به معروف این شهر شد. آمران معروف در اصفهان در چند روز گذشته در این مرکز گردشگری مانع حضور دخترانی می شدند که در مقابل پوشیدن حجاب اجباری مقاومت کرده بودند. کافه های ساحلی بوشهر همین روزها پذیرای زنانی است که حجاب اجباری را رعایت نمی کنند. به رغم کنترل حجاب دختران در مراکز وابسته به نهادهای حکومتی، استقبال جوانان از کافه های ساحلی این بندر موجب شده تا آنها با رغبت بیشتری حضور در این مراکز را ترجیح دهند. خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب قم از دستگیری دو زن جوانی خبر داد که در مقابل مزاحمت یک زن آمر معروف مقاومت کرده بودند. اسفند ماه سال گذشته در یکی از بوستان‌های قم بین فردی مزاحم و دو دختر جوان که در مقابل حجاب اجباری مقاومت کرده بودند درگیری رخ داده بود. محمد نعیمی نژاد معاون دادستان یزد درباره درگیری یک آمر به معروف با مردم در باغ دولت‌آباد یزد گفت
نیروی آمر معروف بی تدبیری کرده است. در ویدیویی که پیشتر در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده بود، زنی که خودش را مأمور حکومتی امر به معروف معرفی می‌کرد، می‌گوید هنگام تذکر حجاب در باغ دولت آباد شهروندان مشت محکمی به صورت او زدند. و اما در خصوص قضیه باغ دولت آباد یزد، متاسفانه یک روایت ناقص و مصادره به مطلوبی توسط یکی از عزیزان صورت گرفت. حسب بررسی هایی که ما با قاضی کیشیک و قاضی پرونده انجام دادیم، هیچ گونه ضرب و جرحی نسبت به همسر شهید سامی زرگر رخ نداده. پس از بحث و جدل میان چند نفر از عاملین به معروف با اعضای یک خانواده، خانومی که اصطلاحاً عامل به معروف بودند به سمت یکی از آقایان که به فیلمبرداری این خانم معترض بوده حمله ور میشه و درگیری متقابلی رخ میده. گرچه دادگستری استان مطابق قانون از آمرین به معروف حمایت میکنه، لیکن در این قضیه بی تدبیری مشهوده و مراتب قانونی و شرعی امر به معروف و نهی از منکر رعایت نشده. لیلی پورزند، کارشناس ارشد امور زنانه از تورنتو، ما را همراهی میکنن. خوش آمدید خانم پورزند. باز هم با شاهد مقابله شهروندان با هم هستیم به دلیل آنچه که جمهوری اسلامی قرارداد حجاب اجباری، این بار انگار که حکومت یک موضع کمی ملایم تری به نظر میاد که گرفته. پیشتر شاهد این بودیم که با بدون هیچ توضیحی طرف آمران معروف رو گرفته میشد و از اونها دفاع میشد، اما این بار میگن که بی تدبیری رخ داده. فکر میکنید فضا داره به چه سمتی میره؟ من فکر میکنم جمهوری اسلامی به هیچ وجه از این موضع عقب نشینی نخواهد کرد. اون چه که ما شاهدش هستیم در واقع بهتره بگیم که عقب رفتن جمهوری اسلامی نیست، بلکه پیشروی این جنبش مدنی و سیاسی هستش. ما وقتی راجع به حجاب اجباری صحبت میکنیم، نمیتونیم به صورت انتزاعی فقط اون رو یک مسئله مدنی نگاه کنیم، به خاطر اینکه حجاب اجباری یک وسیله و ابزار سرکوب سیاسی برای کنترل زنان و یکی از نمادهای بارز تبعیض جنسیتی بوده که جمهوری اسلامی همواره به اون پافشرده، دستگیر کرده، شکنجه کرده، جریمه مالی کرده و در نهایت مهسا جینی امینی رو به قتل رسونده. و من فکر میکنم که اون چه که ما شاهدش هستیم همون بازی در واقع مأمور و معذور هستش که در 44 سال گذشته به کرات ما این رو شنیدیم، در سرکوب‌های مختلف سیاسی، نه فقط حجاب، که در واقع مأمورین خودشون رو اینجوری سر می‌کردن تبرئه کنن. ولی اون چه که به نظر میاد امروز این هستش که این شگرد دیگه کار نمی‌کنه و دستگاه‌های حکومتی برای اینکه در واقع می‌خوان از مشکل پیش آمدن بیشتر، فکر می‌کنم بین‌المللی بیشتر، از خودشون رو محافظت کنن، مأمورانشون رو در واقع دارن قربانی میکنن و به اونها از یک طرف میگن سرکوب کنید و از طرف دیگه وقتی که علنی میشه حرف دیگری میزنن و میگن که این دستور نبوده و بی تدبیری بوده. در نهایت تفاوت ایجاد نمیکنه، در نهایت مسئله این هستش که حجاب اجباری و این وسیله سرکوب سیاسی رو همچنان دارن اعمال میکنن و زنان ایران هم دارن مقاومت میکنن. خانم پورزند، همزمان با اینکه این حرکت آمر به معروف رو بی تدبیری خوندن، از این طرف دیگه داریم میبینیم شاهد این هستیم که بسیار فشارها بر زنان برای رعایت کردن حجاب اجباری بیشتر شده. حسین جلالی نماینده مجلس از یه طرح جدیدی گفته که میشه تا 3 میلیارد تومان زنان رو جریمه کرد و حتی راجع به گرفتن ابطال گواهینامه و پاسپورت زنان توضیح داده. فکر میکنید آیا هر چقدر این جمهوری اسلامی فشار رو بر زنان بیشتر کنه برای حجاب اجباری، زنان حاضرن که کوتاه بیان و دوباره حجاب داشته باشن؟ ببینید، من فکر میکنم که بیشتر از این نمیتونن، میتونن مسببه وضع کنن، میتونن از ورود زنان به ادارات و مراکز دولتی جلوگیری کنن، ولی در نهایت این اون چیزی که ما در کف خیابون‌ها داریم میبینیم و در سطح جامعه داره موج میزنه و نه فقط در شهرها، در شهرهای کوچکتر، شهرهای بزرگ فقط نه، در شهرهای کوچکتر، در شهرستان‌ها، در حتی در واقع قریه‌ها و جاهای خیلی کوچک داریم مشاهده میکنیم،
همین هستش که زنان ایران تصمیم خودشون رو گرفتن و با این نماد سیاسی سرکوب دارن مبارزه میکنن. و این رو فراموش نکنیم که این حجاب اجباری در واقع اگر از این بخوان کوتاه بیان، در واقع از تمام قوانین تبعیض آمیز ضد زن باید کوتاه بیان. بنابراین خیلی بعید هستش که بتونن عقب نشینی کنن و همواره این ابزار رو ازش استفاده خواهند کرد. ولی اون چه که مسلم هست، نسل جدید دختران و زنان ایران الان حجاب رو برمی‌دارن و در واقع اعتراضشون رو با رقص، با موسیقی تلفیق کردن که نشانه آزادی هستش. من فکر می‌کنم بسیار خلاقانه دارن همواره این فشار رو در واقع رد می‌کنن و به مقاومت مدنی و سیاسی خودشون ادامه دارن. ممنون از توضیحاتتون. لیلی پورزند، کارشناس ارشد امور زنان از تورنتو ما رو همراهی کردید. و همزمان با افزایش سفرها در تعطیلات نوروز، دیدار از بنای مسجد مکه زاهدان که در جریان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی به یکی از سنگرهای مقاومت در مقابل حکومت تبدیل شده و گفتگو با مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت این شهر که در خطبه هایش بیوقفه حکومت را از ظلم و جنایت علیه همه شهروندان ایران برحذر می‌دارد، از جمله جدیدترین هدف‌های گروهی از مسافران نوروزی است. روز گذشته شماری از تدوین کنندگان منشور مهسا، شاهزاده رضا پهلوی، مسیح علی نژاد، حامد اسماعیلیون و نازنین بنیادی بر سر مزار آراد زارعی از کشته شدگان پرواز PS752 حاضر شدند و با پدر او مهرزاد زارعی و تمامی خانواده های جان باختگان این پرواز ابراز همدردی کردند. انجام بدیم به این رژیم محکوم سرزنش. و همینه که جمهوری اسلامی هم میترسونه، هر چی شما بیشتر با همین مو بیشتر وحشت میکنن، هر چقدر این حلقه رو یه سری بخوان با شکلت خراب بکنن، با اختلاف افکنی خراب بکنن، جمهوری اسلامی ازش سود میبره. بسه فهمیدی شما بسه مرسی از این خیلی ممنون تشریف فرماش بزن وزیران خارجه ایران و عربستان سعودی در تماسی تلفنی توافق کردند در ماه رمضان دیدار کنند. این دومین تماس تلفنی وزرای خارجه جمهوری اسلامی و عربستان سعودی طی چند روز گذشته است. طبق توافق دو کشور که با میانجیگری چین صورت گرفت، قرار است عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ظرف دو ماه مقدمات بازگشایی سفارتخانه ها و سرکنسولگری های خود را در دو کشور فراهم کنند. حسن آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون ما رو همراهی میکنه. خوش آمدین آقای آشور. این تماس تلفنی رو چقدر میشه سرآغاز توافق در نظر گرفت؟
بله، اینها همون ماه قبل که به چین سفر کردن نمایندگانشون جدی شد در واقع صحبتشون، از همونجا مشخص بود که بسیار جدی هستن و در این مرحله احتمال زیاد به توافقهای لازم رسیدن و فقط دارن در واقع گفتگوهای نهایی رو انجام میدن. این تلفن‌هایی که انجام شده یا این احتمالاً تماس‌های بیشتری بین کارکنان مختلف هم وجود داره، برابر این فکر میکنم که به زودی احتمال زیاد اینها با هم دیدار خواهند کرد. آقای آشور، در صورتی که این توافق صورت بگیره فکر میکنید چه تأثیری میتونه داشته باشه بر پیمان ابراهیم؟ تأثیر بسیار زیاده در واقعی که عربستانی ها در واقع سعودی ها تحت فشار بسیار زیادی از طرف ایران بودن. الان که ایران در وضعیت ضعیفتری قرار داده و اینجا حتی اومده حاضر شده با سعودی ها روابطش رو دوباره برقرار بکنه، این در واقع فشار بسیار زیادی رو چه از نظر سیاسی و چه امنیتی و از روی سعودی ها در واقع برمی‌داره و به اینها در واقع این امکان رو میده که چانه‌زنی بیشتری با آمریکایی‌ها داشته باشن که اگر قرار هست که مثلا در آینده روابطشون رو با اسرائیل بهبود ببخشن، در اون صورت در واقع امتیازاتی رو که میخوان بگیرن. قبل از این قضیه با توجه به اینکه تحت فشار نظامی امنیتی و سیاسی از طرف ایران بودن، احتمال اینکه آمریکایی‌ها بیان به اینها امتیازی بدن، اون چیزی که ما تا اینجای کار شنیدیم که اینا امتیازاتی از آمریکا خواستن که آمریکایی‌ها تا اینجای کار حاضر به قبول اونها نشدن. الان سعودی ها اگر در واقع آمریکایی ها بینا امتیاز ندن، اینها میتونن که این قضیه رو در واقع به عقب بندازن و تمایلی ندارن به سرعت بیان در این قضیه ابراهیم داخل بشن و با اسرائیل روابطشون رو بهبود بخشن. برای عربستان سعودی این بسیار خوب هستش که اینها بتونن حداقل جایی، نه تنها الان امنیتشون در واقع بهتر هستش با توجه به اینکه ایرانی ها قول دادن که دیگه حملات رو حداقل به طور مستقیم به عربستان انجام ندن، در یمن ما شاهد هستیم که در واقع به نوعی آرامش وجود داده، حتی در عراق حملات میلیشیای ایرانی به آمریکایی ها کاهش پیدا کرده، به طور کلی وضعیت امنیتی اسرائیل سعودی ها بهبود بخش پیدا کرده و همزمان هم قدرت اینها رو در چانه زنی با آمریکایی ها و اسرائیلی ها افزایش داده. ممنون از توضیحاتتون. قصدان آشرو، ترکر مسئله خاورمیانه از بوستون ما رو همراهی کردید. در اسرائیل ده ها هزار معترض که بسیاری از آنها پرچم‌های این کشور را در دست داشتند، اواخر شب گذشته در سرسر کشور به خیابان‌ها آمدند. جمعیتی هم در بیرون خانه نخست وزیر بنیامین نتانیاهو در اورشلیم تجمع کردند و در یک نقطه حلقه امنیتی را شکستند. حدود 3 ماه از زمان روی کار آمدن نتانیاهو، ائتلاف ملی مذهبی به رهبری نتانیاهو به دلیل اختلافات ناشی از طرح‌های اصلاحات قضایی در بحران فرو رفته است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل یوآف گالانت وزیر دفاع این کشور را برکنار کرده است. این برکناری پس از آن صورت گرفته که وزیر دفاع از طرح نتانیاهو برای تغییر در سیستم قضایی اسرائیل انتقاد کرد. وزیر دفاع اسرائیل از روند تصویب طرح مناقشه برانگیز نتانیاهو برای تغییر در سیستم قضایی اسرائیل انتقاد کرده بود و خواهان توقف این روند به منظور گفتگو با اپوزیسیون شده بود. طرح بنیامین نتانیاهو کار دادگاه و قوه قضاییه را برای برکناری نخست وزیرانی که فاقد صلاحیت تشخیص داده می‌شوند دشوار می‌کند و برای تعیین قضات دادگاه عالی به دولت اختیار بیشتری می‌دهد. درباره این موضوع همراه میشیم با امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیتروز. شما چطور میبینید وضعیت رو در اسرائیل به خصوص برای نتانیاهو؟ به هر حال این وضعیتی هستش که در طول 70 سال گذشته سابقه نداشته. یک مسئله داخلی بتونه که در واقع این همه از گروه های مختلف مردم رو جمع بکنه و بیاره به خیابون‌ها و یک تهدید بزرگ علیه دولت ایجاد کنه. ببینید فقط الان مسئله مردمی نیستن که در خیابون‌ها میان. ما می‌بینیم که رؤسای برخی از دانشگاه‌ها دارن سخن میگن، انتقاد می‌کنن و حتی دانشگاه
بن گوریون رئیسش گفته که از روز دوشنبه درهای دانشگاه رو خواهند بسته. یکی از بزرگترین اتحادیه‌های کارگری اسرائیل گفته که به هر حال ملحق خواهد شد به این اعتراضات. برابر این از نظر به هر حال مجموعه کسانی که به هر حال معتقد هستند که اقداماتی که نتانیاهو داره انجام میده ممکن است که دموکراسی اسرائیل رو به زمین بزنه، به نظر میرسی خب به هر حال تعدادشون داره هر روز بیشتر میشه و نگرانیشون در خصوص اینکه تغییرات قوه قضاییه، تغییراتی که قرار است در قوه قضاییه اتفاق بیفته به هر حال اون میزان دموکراسی هم قرار ضعیف بکنه، اون تعداد بیشتر میشه و به هر حال یک جوری مخالفت علیه نتانیاهو هم داره تقویت میشه. آقای معماری، از یه طرفی گفته میشه که حزب نتانیاهو هم درش دستگی به وجود اومده. کاملا همینطور است. برخی از افراد حزب لیکود هم در واقع با این تصمیم، در واقع تصمیمی که آقای نتانیاهو گرفته، بخوام مخالفت نشون دادن و به نظر میرسه که هر چقدر جلوتر میریم، علارغم این که خود نتانیاهو تلاش میکنه که مثلا با اخراج وزیر دفاع و سرسختی نشون دادن بر ضرورت این تغییرات به هر حال پافشاری بکنه، ولی به نظر میرسه که بیشتر و بیشتر با کسانی که با نتانیاهو ممکنه که در همون اولش هم همراه بوده باشن، الان متوجه شدن که به هر حال این مسئله هستش که میتونه که اسرائیل با یک بحران بسیار جدی مواجه بکنه در روز یک شنبه شب، به دنبال اینکه گالانت وزیر دفاع آمریکا، وزیر دفاع اسرائیل اخراج شد یا از کابینه برکنار شد. ما میبینیم که تظاهرات شدت پیدا میکنه، در اتوبان ها مردم میریزن و جاده ها رو میبندن، با آتش میکشن و از این جهت به هر حال نشون دهنده این هستش که مردم اسرائیل این نگرانی رو دارن که مثلا اینکه قوه قضایی قدرتش در برابر مجلس کم بشه و اینکه دولت و مجلس بتونه که کنترل بکنه قوه قضایی رو، این رو آغاز ظهور یک نوع اقتدارگری در اسرائیل میبینن و این مسئله نیستش که به هر حال اسرائیلی بخوان که ازش عبور بکنن، به خاطر اینکه به هر حال این یکی از چیزایی که بهش افتخار میکنن خود اسرائیلی هستش که ما که از دموکراسی، یکی از تنها محدود مثلا یکی تنها دموکراسی خاورمیانه هستیم در واقع. این مسئله که هست تو اسرائیل خیلی بهش تاکید میشه، بنابراین اینکه بخوان که این با این تغییرات چنین ویژگی بزرگی که بهش افتخار میکنن از دست بدن و به هر حال جامعه شون یه شکل دیگه پیدا بکنه، از این جهت به نظر من خب به هر حال نه تنها دانشگاه‌ها، نه تنها به هر حال اتحادیه کارگری، به نظر میاد که در طی روزهای آینده مشاهده باشیم که به هر حال یک اتحاد قوی‌تر و عمیق‌تری در میان مخالفان شکل بگیره. ممنون از توضیحاتتون. امید معماریان همراه کردیم ما رو از دیترویت. ایرانیان مقیم کانادا در زادروز زرتشت با برپای تجمع اعتراضی زن زندگی آزادی را فریاد زدند و خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی شدند. سپیدار ولیان، خبرنگار آزاد، از این شهر گزارش می‌دهد. ایرانیان شهر کلگری با فراخوان کمیته هماهنگی برای حمایت از انقلاب و پشتیبانان انقلاب ژینا در مقابل شهرداری این شهر با در دست داشتن عکس‌های کشته شدگان و زندانی‌های خیزش انقلابی در ایران، این بار هم خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی شدند. اسلامی باید برکنار بشه. توی این 40 سال نشون داده که لیاقت موندن در یک کشوری رو نداره، مدیریتی نداره، بجز سرکوب آزادی ها، بجز سرکوب تفکرات کار دیگه ای نکرده. کاری که کرده قتل عام، کشتار و زندان و شکنجه بوده توی این 40 سال گذشته. این تجمع کنندگان با در دست داشتن شعارهایی به زبان انگلیسی پیام خودشون رو به افکار عمومی جامعه کانادا ارسال می کنند و از دولت کانادا می خواهند تا در کنار مردم ایران قرار بگیرند. در شنبه های اعتراضی شهر کلگری ایرانیان این شهر دوباره گرد هم جمع شدند تا باز با شعار زن زندگی آزادی صدای مردم داخل ایران رو به گوش جهانیان برسونن. ما اینجا مثل بقیه جاهای دنیا جمع شدیم تا از هموطنانمون حمایت کنیم.
من دلم میخواد اونا بدونن که هیچ وقت تنها نیستن، غم اونا غم ماست و ما با هم مبارزه میکنیم، عقب نمیشینیم و اونا حتما حتما پیروز میشن. ایرانی هایی که هر هفته همدلی خودشون رو با مردم داخل ایران و با یک هدف مشترک، گذار از جمهوری اسلامی، زن زندگی آزادی رو فریاد میزنند. سپیدار ولیان، کلگری. وزارت دفاع بریتانیا در تازه ترین ارزیابی اطلاعاتی خود درباره جنگ اوکراین از استفاده گسترده از پهپادهای ساخت ایران توسط روسیه در چند روز اخیر خبر داد. وزارت دفاع بریتانیا در ارزیابی اطلاعاتی خود درباره جنگ اوکراین گفته روسیه در حداقل 71 حمله از پهپادهای شاهد استفاده کرده. این وزارتخانه در گزارش خود گفته است که روسیه پس از یک وقفه کوتاه در دریافت پهپاد از ایران در ماه گذشته، اکنون به طور مرتب محموله‌های کوچکی از پهپادهای شاهد ساخت ایران را دریافت می‌کند. خبرگزاری روسیه تاس گزارش داد انفجاری که روز یک شنبه در مرکز شهر کریوسک در منطقه تولای روسیه اتفاق افتاد توسط یک پهپاد اوکراینی بود است. خبرگزاری تاس به نقل از یک منبع اوکراین را مسئول انفجار معرفی کرد و گفته این پهپاد مملو از مواد منفجره بود است. بر اساس این حمله 2 نفر زخمی شدند. ممنون که تا انتهای بخش خبری ما رو همراهی کردید. ساعت 8 صبح یک بخش خبری زنده دیگه از استودیو ایران اینترنشنال با شما خواهیم بود.